8 مارس روز جهانی زن فرصتی سالانه برای ارزیابی اوضاع زیست زنان یعنی نصف جمعیت ساکنان کره زمین در جوامع امروزی به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید زنان که قریب نصف جمعیت ساکنان زمین را تشکیل می‌دهند امروز با مشکلات و معضلات فراوانی روبرو هستند خشونت و تبعیض در صدر مشکلات امروز زنان قرار دارد حتی در جامعه پیشرفته هم شعار برابری و عدالت میان زنان و مردان تا وضع آرمانی و ایدئال فاصله زیادی دارد اما آنچه وضع زنان و دختران را به حالت اختار رسانده تبعیض آموزشی و کاری نسبت به ایشان در برخی جوامع آسیایی و افریقایی است در حالی که سواد آموزی و تحصیل و رشد و تعالی علمی و معنوی زنان از مهمترین رهیافت های های اهل بیت علیه مسلم است اسلام طالبانی با منع تحصیل و اشتغال زنان و دختران چهره اسلام را در دنیا خراب جلوه می‌دهد. در افریقا نیز بوکو حرام دختران دانش آموز را روبوده و برد فروشی زنان توسط سنی های تند را در برخی کشورهای این قاره همچنان جریان دارد. قفلت از کانون خانواده به عنوان اولین واحد آموزش و ترویج مهر و عشق و تعالی از دیگر معضلات جامعه زنان است و بخش عمده معضلات اجتماعی و فرهنگی جوامع به دلیل دوری از این سنت حسنه رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد. استفاده ابزاری و تجاری از زنان در دنیای غرب و زیر پا گذاشتن حرمت و کرامت انسانی ایشان از دیگر معضلات زنان است که تحت تأثیر تکصدایی و فشار خبری و رسانه غرب کمتر کسی است که یارای نقدان را داشته باشد و حتی جنبش های فمنیستی هم نسبت به این استفاده تجاری از زنان معترض هستند. در جوامع شرقی اما از دیگر مشکلات زنان دنیای امروز سرپرستی خانواده است که بحران اقتصادی، جنگ اوکراین، کرونا، کسادی کسب و کارها و فضای امنیتی حاصل از حاکمیت‌های های تمامیت خواه در خاور میانه مجموعه ای از مشکلات اقتصادی را برای زنان سرپرست خانوار فراهم می که عملا تأمین معاش و رزق و روزی را برای ایشان دشوارتر از گذشته کرده است. بیشک در صدر این مشکلات باید به فقر و گرسنگی زنان و دختران خردسال سال در کشورهای جنگ زده همچون سوریه، یمن و افغانستان هم اشاره کرد که به ویژه در افغانستان به مرز فاجعه انسانی رسیده است. و اما در ایران جایی که چند ماه پیش در اعتراض به حجاب اجباری اعتراضاتی با شعار زن زندگی آزادی شکل گرفت در هفته های گذشته اخبار رسیده از مسمومیت دختران دانش آموز خانواده های زیادی را نگران کرد. بیعملی و اظهارات متناقض مسئولان نیز بر ابهامات این ماجرا افزود. دختران دانش آموز ایرانی در اعتراضات اخیر بیشترین حضور را از خود نشان دادند و به همین دلیل گمان زنی هایی مبنی بر انتقام گیری از آنها مطرح می شود. هرچند قرائن و اسناد لازم برای اثبات این انتصاب هنوز کافی نیست سابقه رفتار حاکمان ایران ایشان را از مزان این اتهام تبرئه نمی کند. سعید بهاری اخبار شیه.